کشف یک سیاره غول‌پیکر در حال تولد. دانشمندان از کشف یک سیاره غول‌پیکر گازی با جرمی 9 برابر بیشتر از سیاره مشتری خبر دادند. آنچه باعث شگفتی دانشمندان شده این است که سیاره یاد شده در مراحل ابتدایی پیدایش خود است و به عبارتی میتوان گفت که هنوز به شکل کامل متولد نشده است. این سیاره موسوم به AB آریگای B سیاره غول‌پیکر و گازی است که توسط تلسکوپ‌های هابل و سوبارو رصد شده است. این سیاره در فاصله 6.8 میلیارد مایلی به دور ستاره جوان خود گردش می‌کند. غول‌های گازی به سیاراتی اطلاق می‌شود که مانند مشتری و زحل در منظومه شمسی عمدتاً از هیدروژن و هلیوم ساخته شدند و هسته جامد آنها با گازهای چرخشی احاطه شده است. این نخستین بار است که سیاره گازی در ابتدایی ترین مراحل شکل‌گیری توسط بشر رصد شده است. ستاره‌ای که سیاره AB آریگای B به دور آن می‌چرخد حدود 508 سال نوری با کره زمین فاصله دارد. نخستین خلق یک اثر نقاشی با مهارت‌های انسانی توسط یک ربات. ربات شبه انسان ایدا نخستین ربات تاریخ است که میتواند مانند انسان‌ها نقاشی کند. تازه ترین اثر این ربات از نقاشی چهره یک زن در حالی به وجود آمد که ایدا چشمان خود را روی سوژه متمرکز کرده بود. به آرامی قلمو را با دست خود به رنگ‌های پالت آغشته می‌کرد و پس از حدود 5 ساعت نقاشی بسیار شبیه به چهره آن فرد را به وجود آورد. این نخستین بار است که یک ربات توانست درست مانند انسان به خلق آثار نقاشی بپردازد. توسعه سریع هوش مصنوعی و دسترسی رو به گسترش به ابر کامپیوترها باعث شده ربات‌های شبه انسان روز به روز توانایی‌های بیشتری به دست آورند و حتی در زمینه‌های بسیاری با انسان به رقابت بپردازند. شناسایی ژن‌های مرتبط با ایجاد آلزایمر. بزرگترین مطالعه ژنتیکی مربوط به بیماری آلزایمر که تا کنون انجام شده از وجود ارتباط میان این بیماری و اختلال در سیستم ایمنی مغز حکایت دارد. در این مطالعه ژنوم 100 هزار فرد دچار آلزایمر و 60 هزار فرد سالم مورد مطالعه قرار گرفت و در نهایت 75 ژن مرتبط با افزایش خطر ایجاد آلزایمر شناسایی شد. در میان این 75 ژن 42 ژن وجود دارد که پیش از این ارتباط آنها با آلزایمر مشخص نشده بود. یافته‌ها نشان می‌دهد روند تخریبی به وجود آمده در مغز افراد دچار آلزایمر در نتیجه فعالیت‌های غیرعادی سلول‌های ایمنی مغز است. به عبارت دیگر، فعالیت غیرعادی سلول‌های ایمنی مغز ارتباط مستقیمی با فعال شدن 75 ژن شناسایی شده در این تحقیق دارد. نتایج این مطالعه به دانشمندان اجازه می‌دهد تشخیص دهند کدام افراد از آغاز ظهور علائم مربوط به اختلالات شناختی در نهایت دچار آلزایمر می‌شوند. استفاده از باکتری‌ها برای درمان پارکینسون. محققان آمریکایی با استفاده از باکتری‌های تغییر داده شده از نظر ژنتیکی نتایج امیدبخشی در درمان بیماری پارکینسون به دست آوردند. این باکتری‌ها می‌توانند به طور مستمر دارویی در معده بیماران پارکینسون آزاد کنند که در درمان بیماری آنها مؤثر باشد. البته محدود کردن باکتری‌ها در آزاد کردن مقدار معینی از دارو یکی از چالش‌های اساسی محققان آمریکایی در ایجاد این نوع باکتری‌ها بوده است. باکتری‌های یاد شده با تولید دارویی موسوم به الدو پا در روده بیماران آنها را تحت درمان قرار می‌دهند. این دارو طی دهه‌های گذشته یکی از درمان‌های مؤثر برای پارکینسون محسوب می‌شود. استفاده از این باکتری در نمونه‌های حیوانی نتایج مؤثر و بدون خطری داشته است. تغییر زمان تخمگذاری پرندگان نسبت به 100 سال گذشته. محققان آمریکایی اعلام کردند تغییرات اقلیمی باعث شده بسیاری از پرندگان شهر شیکاگو نسبت به 100 سال گذشته حدود یک ماه زودتر از موعد معمول اقدام به لانه‌سازی و تخمگذاری کنند. این نتیجه پس از مقایسه اطلاعات مربوط به نحوه زیست پرندگان امروزی و اطلاعات به دست آمده از تخم پرندگانی با قدمت یک قرن که اکنون در موزه‌ها نگهداری می‌شوند به دست آمده است. تغییرات اقلیمی علاوه بر تحت تأثیر قرار دادن زندگی انسان، زیستگونه های گیاهی و جانوری را هم با چالش روبرو کرده است. درمان جدید سرطان با استفاده از سلول های بدن. دانشمندان از مراحل تکمیلی درمانی جدید برای سرطان خبر دادند که در آن از سیستم تخلیه زباله سلولی بدن برای درمان سرطان استفاده می شود. بسیاری از داروهای مدرن درمان سرطان با جلوگیری از فعالیت پروتئین های مضر به مداوای بیماران می پردازند. اما روش درمانی جدید با درمان های امروزی متفاوت است. سلول های بدن انسان به طور روزانه اقدام به پاکسازی پروتئین های مضر می کنند. اما این روش پاکسازی تنها محدود به تعدادی از پروتئین های
خاص است. در این روش درمانی جدید، سلول‌های بدن پس از مصرف یک قرص مخصوص قادر خواهند بود تا طیف وسیع‌تری از پروتئین‌های مضر را از بین ببرند و در نتیجه بیماری سرطان نیز درمان شود. استفاده از این روش در درمان نوعی سرطان خون و سرطان پستان نتایج امیدوارکننده‌ای داشته است.